سلام دوستان، من امروز اومدم به روستای قلات. امروز 10 آذره، در 36 کیلومتری شمال غربی شهر شیراز. روستای قلات یه روستای تاریخی منطقه ییلاقی خوشاب و هوای نزدیکی شهر شیراز. الان هم که تو دل فصل پاییزیم، البته هوا خیلی سرده. اومدم تو از این روستا دیدن کنم با همون اتوبوسی که دیدید. یه توریم از اصفهان اومدیم. تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. اینجا تو این باغ با گروه نشستیم، مشغول صبحونه خوردنیم. بچه های گروه هم میبینید، هر کی یه جا نشسته داره صبحانه میخوره. بعد بریم داخل روستا رو ببینیم. روستای قلات یکی از محبوب ترین جاهای دیدنی شیرازه که با آب و هوای دلپذیر و خنک حتی در فصلهای گرم سال میزبان گردشگرای زیادیه. این روستای ییلاقی با مسیر سنگفرش شده، خانه های پلکانی در دامنه کوه، درختان سرسبز، طبیعت بی نظیر، آبشارهای سرازیر از دل کوه، دره عمیق و جاذبه های تاریخی در همون لحظه اول چشم شما رو به خودش خیره میکنه. اگر به شهر شیراز سفر کردید، حتما از روستای قلات بازدید کنید. روستایی که سعدی شاعر بزرگ ایرانی هم از اون دیدن کرده. روستای قلات در فاصله 36 کیلومتری شمال غربی شهر شیراز واقع شده. این روستا در نزدیکی کوه قلات قرار گرفته و این کوه مانند یک دیوار بزرگ از جهات جنوب، شرق و غرب روستا رو در بر گرفته و روستا فقط از جهت شمال قابلیت دسترسی داره. روستای قلات از دو بخش بافت جدید و بافت قدیم تشکیل شده. بافت جدید در ابتدای روستای قلات قرار داره. پس از عبور از بافت جدید روستا به بافت قدیمی قلات میرسید. بخشی که با معبری پهن و سنگفرش شده شما را به تماشای معماری منحصر به فرد استادان برجسته هدایت میکنه. روستای قلات در ناحیه کوهستانی قرار داره و خانه های اون به صورت پلکانی ساخته شده. در ساخت خانه های بافت قدیم از مصالحی چون سنگ، خشت، گل، گچ و چوب استفاده شده، در حالی که خانه های بافت جدید با سنگ، سیمان، آهن و آجر ساخته شده و چند طبقه هستند. معماری زیبای روستای قلات و قرارگیری خونه ها در کوچه های پرپیچ و خم با جویبارهای زلال جاری و باغهای سرسبز این روستا رو تبدیل به یکی از بهترین جاذبه های گردشگری اطراف شهر شیراز کرده. قدمت قلات شیراز به بیش از 1000 سال قبل برمیگرده. قلات با طبیعت سرسبز، چشمه های زیبا و آب و هوای خنک زمانی تفرجگاه پادشاهان ایران کهن بوده. روستای قلات در گذشته به نام کلات شناخته می شده. در فرهنگ عمید کلات به معنی ده یا قلعه که روی کوه ساخته شده باشه. در روستای قلات رستوران ها، باغ رستوران ها و کافه های زیادی وجود داره. تنوع رستوران های این روستا به حدی زیاده که شما میتونین انواع غذاهای محلی، شمالی و فرنگی رو در این روستا پیدا کنید. روستای قلات امکانات رفاهی مناسبی رو در خودش داره که از اونها میتونید به مسجد، کافه، رستوران و سفره‌خونه، نانوایی، درمانگاه، فروشگاه، پارکینگ و اقامتگاه بومگردی هتل اشاره کنید. اینم درخت آدامسیه.
بناهای تاریخی و ارزشمندی در روستای قلات قرار دارند که متاسفانه به دلیل بی‌توجهی مسئولان در آستانه تخریب و نابودی قرار دارد. یکی از این بناها کلیسای تجلیل مسیح قلات با قدمتی از جنگ جهانی اوله. درخت آدامس بود. این کلیسا توسط مبلغان مذهبی بین دو جنگ جهانی اول و دوم برای مسیحیان ساکن روستا ساخته شده و بازدید از اون در سفر به این روستا توصیه میشه. این کلیسا در گذشته عبادتگاه مسیحیان ساکن روستا بوده که اکنون به دلیل مهاجرت اونها رو به تخریب گذاشته. داریم با آبشار روستای قلات نزدیک میشیم. مسیر سربالا یه باید بریم. این روستا هم بین این کوه محصور شده. این مسیر رو اومدیم و رسیدیم به اینجا. یکم دیگه ادامه باید بدیم تا برسیم به آبشار. این مسیر رو اومدیم بالا، باید ادامه بدیم سمت آبشار و در نهایت رسیدیم به آبشار قلات. سوالیت بگیدیم بلند تا کنید. باید این مسیر سنگ فرش رو برگردم به سمت روستا. دورنمای روستا از اینجا مشخصه. دوستان یه آبشار دیگه هم داره این روستا، اومدم یکی آبشارم ببینم. و یه آدم سی چسب کنم بهش. اینم آدم سی من.
درخت آدامسی. حاجت همون بده. خب داریم برمیگردیم داخل روستا. اینجا هم صنایع دستی میفروشن تو غرفه هاشون. سلام. فیلم نگیرم. اینجا هم خونه های قدیمیه، میتونید ببینید. البته دیگه بعضیش خراب شده. اینجا هم کافه رستوران های زیادی هست تو روستای غلات. اینم یه خونه قدیمی بوده که خراب شده. کافه هم اینجاست، کافه شهرناز. ایوونه این خونه رو ببینید چقدر باصفاه. اومدم داخل یک کوچه بنبستی. ببینید دیگه این واقعا قدیمی و دست نخورده است. در یه باغ. این هم یکی دیگه از ویوهای زیبای روستای غلات شیراز. ببینید چه خونه ای ساختن داخل روستا. همین دوراهی بودش که ما رفتیم سمت چپ موقعی که داشتیم میرفتیم به سمت آبشار، و در راه برگشت از اینجا و داخل بافت روستا برگشتم. خب دوستان، اینم از بازدید از روستای غلات شیراز. امیدوارم این ویدیو براتون مفید و لذت بخش بوده باشه.
لطفاً برای حمایت از من تو کانال سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و کامنت بذارید. از حمایتتون ممنونم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.